اقلیت ایزدی میگویند پیکارجویان گروه دولت اسلامی به آنها حق انتخاب دادن یا بمیرن و یا مسلمان شوند. هزاران تن از آنها مجبور شدن برای نجات خود با پای پیاده خود را به سوریه برسانند و پس از عبور از یک پل موقتی بر رودخانه دجله وارد عراق شوند. بسیاری از آنها در این مسیر اعضای خانواده خود را گم کرده. من دو پسرم رو در اتومبیلی گذاشتم که میخواست ما رو به اینجا بیاره. بعد رفتم یه پسر دیگه‌مو برداشتم و برگشتم. اما اتومبیل رفته بود. من نیمی از راه پیاده اومدم. سه تا بچه دارم و حالا دو تای اونها رو با شوهرم گم کردم. هزاران ایزدی برای روس‌ها در کوههای سنجار گرفتار شدند. آنها با کمبود غذا و آب آشامیدنی مواجهند و هیچ گونه لوازم بهداشتی و پزشکی در اختیار ندارند. کردها در سوریه به ایزدی‌ها اجازه دادند در امنیت کامل از سمت شمال به شهر دریک بیایند. کردهای این منطقه که خود را کردستان غربی خود مختار می‌خوانند برای پناهجویان ایزدی پناهگاه مستقر کردند. حزب کارگران کردستان به ما کمک کردند به اینجا بیاییم. به ما محبت کردند و ما از آنها متشکریم. 11 ساعت طول کشید پیاده به اینجا برسیم. اما ما به کردستان عراق نرفتیم چون کردهای عراق هیچ کاری برای ما نکردند. کردهای سوریه برای پناهجویان ایزدی در این اردوگاه غذا و آب و آشامیدنی فراهم کردند تا به سفر خود پس از عبور از پل اسملکه وارد عراق شوند. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.